سلام به قسمت دوم از 101 روش کاربردی در موبایل و تبلت ویژه طراحان گرافیک خوش آمدید. در این قسمت میخوام بهتون در نرم افزار اینفینیت پینتر یاد بدم که چجوریه براش بسازید و براش رو بتونید ازش استفاده های مفیدی انجام بدید. براشامون انتخاب میکنیم، در جلسه اول بهتون گفتم، و یک براش ساده رو انتخاب میکنیم. شروع میکنیم به ترسیم کردن. یه بیزی میکشیم و دقت بکنید اگر ترسیم رو انجام بدید و انگشتتون رو از روی صفحه یا قلمتون رو از روی صفحه بر ندارید و یک مکس یک ثانیه ای الی دو ثانیه ای انجام بدید، خود نرم افزار به صورت اتوماتیک میاد براتون نرم میکنه خطوط رو. یعنی اگر من اینجا یه لاین رو ترسیم بکنم، میبینید که چند ثانیه نگه دارم خودش گوشه ها رو برای من نرم. خب ما بیزی رو ترسیم کردیم، در نوار ابزار سمت راست بالا فیل رو انتخاب میکنیم یا همون سطل رنگ خودمون، روی این و داخل این کلیک میکنیم. پاکون رو انتخاب میکنم و دوباره میرم پن و سالید پن رو انتخاب میکنم. شروع میکنم چند تا خطوط نزیاد زخیم و نزیاد نازک رو ترسیم میکنم، یعنی این بیزی رو به سه قسمت تقسیم میکنم. حالا این رو ذخیره میکنیم، در نوار ابزار سمت راست بالا گزینه اکسپورت رو میزنیم و دقت بکنیم فرمتمون رو باید روی PNG باشه و بکگراندمون رو تیکش رو بر میداریم، یعنی بدون بکگراند و ترانسپرنت یه اکسپورت میگیره. خب میریم توی گزینه لایه ها، در جلسه اول بهتون گفتم لایه رو خاموش میکنیم، میریم توی گزینه براش ها. براش ها که اینجا انتخاب کردیم، این گوشه یه گزینه اد داره و یک به اضافه هست که براش رو انتخاب میکنیم. اینجا بهمون میگه که میخواید سبک براشتون به چه صورت باشه، حالا پینت براش باشه، اسپری باشه، آبرنگ باشه، مداد، خودکار، ماژیک و هر چیزی که شما نیاز دارید که ازش استفاده بکنید. گزینه اول هم نیمش هست، من آنان رو یادداشت میکنم. گزینه پاینتر هد، ما اون تصویری رو که ایجاد کردیم قرار هست که اینجا آپلود بکنیم. حالا از داخل گالریمون تصویری رو که درست کردیم باز میکنیم. این براشی بود که من انجام دادم. من حالا میذارم رو پن و کریت میکنم. خب ببینید بچه ها، اینجا کریت کردید، در سمت چپ ما یه سری گزینه ها داریم که اوپاسیتیش هست، سایزش هست. دقت بکنید سایزش رو اگه کم و زیاد بکنم در سمت چپ بالا میتونید مشاهده بکنید. سایز رنج رو میبرم بالا، میبینید که براشایی که من ساختم به این صورت در نوار بالا قرار داره. من برای دوستانی که میخوان کالیگرافی کنن یا لوگو طراحی بکنن، این گزینه اسموس رو پیشنهاد میکنم. سعی کنید این گزینه اسموس رو تا 75-80 ببرید بالا، یعنی موقع ترسیم کردن یک نرمی به قلمتون میده که راحت تر میتونید ترسیم بکنید. با گزینه های بعدی فعلا کاری نداریم، میریم در گزینه هد پایین، دومین گزینه، میریم سمت گزینه هد. خب اینجا ما فیسینگ داریم و فواصل بین اون براش ها رو و اون فضاهای خالی بین براش ها رو کم و زیاد میکنه. ما طبیعتا میخوایم
فضاها کمتر باشه و براشمون چسبیده باشه به هم. در گزینه بعدی ما اینجا میتونیم یک تکسچر بهش انتخاب بکنیم و بهش اعمال بکنیم. حالا من یه تکسچری از دیفالت های خود نرم افزار انتخاب میکنم و اعمال میکنم. اسکیل تکسچرمون یعنی اون سایز تکسچرمون میتونیم ببریم بالاتر. میزان تاثیرگذاری اون تکسچرمون روی قلم رو هم میبرم بالاتر و دیگه با بقیه گزینه ها فعلا کاری نداریم. تا جلسات بعد بهتون میخوام با اون عملکرد اون گزینه و براش توضیح بدم. ما اوکی میکنیم، یعنی سیو رو میزنیم و براش ما آماده استفاده هست. لایه‌مون رو انتخاب میکنیم، لایه جدید رو، و شروع میکنیم به ترسیم کردن. خب بچه ها دیدید که الان براش ما شخصی سازی شد. حالا اینجا میخوایم بریم ببینیم که میتونیم یه مقداری این تکسچرمون رو کم زیاد بکنیم یا نه. اینو برای شما من عمدن براشم رو اسکیلش رو بزرگتر کردم تو تکسچر که دوباره میتونیم دوباره برگردیم و اصلاح بکنیم. دقت بکنید اینجا این براشیه که من ساختم به اسم آنان و دوباره میرم پراپرتیزش رو انتخاب میکنم و دوباره میرم گزینه تکسچر رو انتخاب میکنم و اسکیلم رو میارم پایین‌تر و حالا اینجا اگر ترسیم بکنم میبینید که اسکیلم پایین‌تر هست و دوباره اوکی. خب دوستان این بود از آموزش ساخت براش در نرم افزار اینفینیت پینتر و امیدوارم که مورد استفاده استون قرار بگیره. لطفاً برای حمایت از ما صفحه ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، برام کامنت بذارید. نظراتتون برای ما خیلی مهمه. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید، صحیح و سلامت باشید. تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.